سلام خدمت شما دوستان عزیز با بخش دوم از 900 جمله کاربردی در زبان انگلیسی در خدمت شما هستیم ویدیوی شماره یک رو دیدین و مورد استقبالتون قرار گرفت و داریم دو رو خدمتتون ارائه میکنیم و همچنین ویدیوی سه تا نه و نهایتا همین ها رو در یک ویدیو خدمت شما ارائه خواهیم کرد که با خیال راحت میتونید همه جمله ها رو در یک ویدیو داشته باشید و همونطور که میدونید 900 تا جمله کاربرد در زبان انگلیسی هست و این ویدیوی دوم و ویدیو یک تا در واقع 100 تا جمله اول کار کردیم که آخرین جمله این بود که what time does it start what time does it start چه زمانی کی و کی شروع میشه چه زمانی یا کی هر کدوم از اینها درسته کی شروع میشه و این آخرین جمله بود از ویدیو قبلی من سراغ ویدیو جدیدمون اولین جمله 101 هستش what time does it end what time does it end چه زمانی یا کی چه ساعتی تمام شود؟ یک برنامه چیزه what time does it end کی تمام می شود؟ چه ساعتی تمام میشود چه زمانی تمام می شود؟ end به معنی تمام شدن و پایان هستش بریم نیکس وان بعدی جمله هستش که What's the address? What is the ادرس واتس آدرس چیست یا معمولا در فارسی ما میگیم که آدرسش کجاست چون مربوط به لوکیشن معمولا با کجا میپرسیم و the آدرس که لغتی معنی بکنه میشه آدرس چیست آدرس کجاست How do I get there? How do I get there? میگه که چطور اونجا بروم چطور اونجا برسم در واقع یک دوستان get با there با هم انگار یک جا رسیدن به یک نقطه رسیدن ولی خب بازم مربوط به مکان هست رفتن هم معنی میده How do I get there? در فارسی تحت و لفظی اینجوری میگیم چطور به اونجا بروم چطور به اونجا برسم How do I get there? چطور اونجا برسم there? Okay, next one بعدی هستش که Can you repeat that, please? Can you repeat that, please? میشه تکرارش کنید لطفاً repeat تکرار کردن can you میتونی repeat that آن را تکرار کنید و پلیز هم زمانی که بخوام جمله من معدبانه بشه از واژه و لغت پلیز استفاده به معنی لطفاً که در انگلیسی خیلی رایش تر هست در فارسی حالا لطفاً یک مقدار معنیش سنگینه can you repeat that please میتونی تکرارش بکنید لطفاً خیلی دوستان وسط جمله نمیگم بعدی بعدی که یک مقدار اذیت نشه What did you say؟ چه گفتی؟ What did you say؟ گذشته هست دو دید چی گفتی؟ یعنی چند لحظه پیش قبلتر تر چی گفتی؟ What did you say؟ چه گفتی؟ چه فرمودی؟ Next one

I'm sorry یعنی که ببخشید متاسفم I didn't یعنی همون I did not من نه حالت منفی هستش I didn't catch نگرفتم متوجه نشدم I didn't catch that آن رو نفهمیدم چیزی رو که گفتی نفهمیدم متوجه نشدم didn't catch catch گرفتن وقت منفی میشه didn't نگرفتم یعنی متوجه نشدم نفهمیدم بعدی هستش که can you spell that for me can you spell that for me اسپل دوستان هجی کردن یا املا کردن یک یک گفتن حروفا رو معمولا که شما در هتل جای باشین میتونین بگین که بهتون اسپل بکنه تا به ترتیب حروف الف با انگار اون چیزی که میگن حروفای که میشنوی رو بنویسید میتونین اون رو برای من املا یا هجی بکنید مثلا کن رو هم هجی کنیم میشه c-a-n به این صورت متوجه شدید بریم نکست وان بعدی حسش که دو یو هاف ا پن اند پیپر آیا خودکار یا قلم و کاغذ داری پن رو میدونی خودکار و قلم میشه پیپر هم کاغذ دو یو داری a pen پن اند پیپر آیا قلم و کاغذ دارید آسون هست کن آی بارو یور فون کن آی بارو یور فون سن کن رو خیلی کن نمیگن کن آی آیا میتونم قرض بگیرم بارو قرض گرفتن یور فون میتونم تلفنتون رو برای لحظاتی در واقع قرض بگیرم میشه که تلفنتون رو برای چند لحظه به قرض بدید کنای I borrow your phone در زبان انگلیسی دوستان قرض دادن فرق میکنه میشه lend ولی خب قرض گرفتن میشه borrow که این نکته داره خدمتون در ویدیو قبلی عرض کردیم و دوستانی که کانال ما رو سابسکرایب دارن ازشون ممنون و سپاس گذاریم Next one بعدی هستش Can you slow down? Can you slow down? آیا میشه که آرومش کنین کمترش کنین این مثبت به هر چیزی تقریبا معنی کمتر کردن کاستن میده و معمولا در سرعت استفاده میشه در ماشین Can you slow down? یعنی که میتونید سرعتتون رو کمتر کنید سرعت ماشین رو کمتر کنید Can you slow down? Next one, can you send me an email? میتونه بهم یک ایمیل بفرسته در سال کنید. Can you send می ان ایمیل چون ایمیل با ای حرف صدا دادن است میگیم ان که یو سند می ان ایمیل بهم یک ایمیل بفرستید I'll مخفف آی ویل هستش. تکسیو uh, یعنی به شما مسیج خواهم کرد. پیام خواهم کرد. دوستان در پیام های معمولا حالت SMS و تکسی رو در زبان انگلیسی خیلی نمیگن مسیج. میگن که تکسیو I'll text you یعنی بهت پیام خواهم داد بهت پیام میدم برای آینده هستش یعنی که این کار انجام خواهم داد text you I'll text you بهت پیام خواهم داد بهتون متن دیگه نمیشه چی پیام دیگه تکس رو متن ترجمه نمیکنیم I'll text you بهت پیام خواهم داد اینو حتما یاد بگیرین جالب هست next one بعدی I'll call you later بهت زنگ خواهم زد با شما تماس خواهم گرفت بازم I will هستش میگیم I'll call you به شما زنگ خواهم زد later بعدن Next one, بعدی What are you up to? What are you up to? What are you up to? دوستان این up to با هم خیلی معنی جالبه میده میگن که در واقع برنامت چیه؟ کارت چیه؟ با, با چی چیزی میخوای مشغول باشی برای آینده هست What are you up to? در واقع داری چی کار میکنی؟ چه کاره یه؟ یعنی که تایمت چطوری پر شده؟ برنامه چی هست؟ up to What are you up to? داری چی کار میکنی؟ کار چه برنامه ای داری؟ یک مقدار حالت سلنگ تور ای بارات تور ای دی ایمز هستش What are you up to؟ در چی کار میکنی؟ برنامه چیه؟ یاد بگیری next one What do you do for a living؟ What do you do for a living؟ اینش حتما باید باشه دوستان What do you do for a living؟ این که این طوری بیاد به معنی این هست که امرار معاشتون رو چی کار میکنی؟ از کجا پول در میاری؟ خرجی روزانه در واقع What are you doing for a living؟ یعنی که مخارج زندگیتون رو چطوری از کجا با چی کاری تأمین میکنی What do you do for a living For a living Next one What's your favorite book, movie or song میگیم که What's your favorite بعدش میتونه بوک باشه کتاب چیه مووی فیلم سانگم آهنگ میگه what's your favorite movie song or book کتاب فیلم آهنگ مورد علاقت چیست favorite یعنی که مورد علاقه و بعدش هر اسمی که بیاد what's your favorite book movie song در یک جمله چند مدل رو یاد میگیریم next one بعدی how was your weekend آخر هفته چطور بود week هفته end که میاد آخر هفته اون تعطیلات آخر هفته رو how was your weekend آخر هفته تون چطور بود چون گذشته هست How was your weekend آخر هفتهتون چطور بود چطور گذشت What did you do last night دیشب چیکار کردین دیشب چکار کار کردین برنامه چی بوده What did you do last night دید گذشته است و last night هم دیشب What did you do دیشب تو چکار کردی دیشب چیکار کردی What did you do last night What are your plans for tonight? برنامه امشب چیه؟ برنامه برای امشب چیه؟ What are your plans? برنامه چیست؟ For tonight برای امشب برای امشب برنامه چیست؟ What are your plans for tonight? Thanks for like. دوستان ویدیو را اگر لایک like کنید دوستان ممنون سپاسگزار میشیم که به ما انگیزه و انرژی بیشتر میده. Next one بعدی هستش که Do you want to hang out؟ اینجا هم hang out عبارت جالبه با هم دیگه میاد کالکیشن هست که hang out بیرون رفتن و با دیدار دوستان یک جای قدم زدن در واقع صحبت کردن اینو رو میگیم hang out Do you want to hang out؟ بیا نفر اگه بگیم میگه میخوای بریم بگردیم میخوایم بریم قدم بزنیم هم قدم بزنیم هم صحبت بکنیم Do you want to hang out؟ hang out hang out حتما یاد بگیرید hang out یعنی که یک دیداری صحبتی قدم زدنی next one let's go for a walk میگه که بریم یک قدمی بزنیم بریم یک پیاده روی بکنیم let's go بریم for a walk for a walk یعنی برای قدم زدن for a walk ال خانده نمیشه دوستان walk walk نمیگه walk let's go for a walk بریم قدم بزنیم let's go to the park بریم پارک let's go to the park بریم پارک این هم هست next وان let's watch a movie یه بیای فیلم ببینیم let's watch a movie بیای فیلم ببینیم let's watch a movie next وان let's play a game بیای یک بازی کنیم معمولا گیم بازی های کامپیوتری اینا رو میگن let's play a game در کل بازی معنی میده مگر که بازی خاصی واژه خودش رو داشته باشه let's play a game بیا بازی کنیم Let's grab a drink. دوستان برای درینگ به خصوص برای کافی اینها قهوه اینها گراب استفاده می‌کنیم. گراب به معنی برداشت کردن هستش. Let's grab a drink یعنی که بریم یه قهوه بنوشیم. بیا یه قهوه در واقع نوشیدنی بگیریم. اینجا که درینگ به صورت نامشخص هر چیزی let's grab a drink یعنی بیا یه نوشیدنی بگیریم. پس برای گرفتن نوشیدنی معمولا از بیرون از عبارت grab استفاده میشه. حتی اگه شما کافی جای بریم میگه let's grab a coffee. بریم یه قهوه بزنیم. Okay, next one. Let's go to a concert. بریم یک کنسرت. که محل پخش موسیقی است. Let's go to a concert. Next one بعدی. Let's take a trip. بریم یک سفر یه سفر یه پیکنیک یک چریپی بریم. این واژه در واقع چریپ و تراول در زبان انگلیسی کوچولو متفاوته که در ویدیوهای قبلی توضیح دادم. Let's take a trip. بیا یه سفری بریم. What's your opinion on? What's your opinion on? میگه که نظر در مورد فلان چیست؟ What's your opinion on? یک موضوع یه تاپیک یک موضوع What's your opinion on? نظر در مورد فلان سه نقطه در فارسی بین صورت میگیم چیست؟ پس در زبان انگلیسی میگیم What's your opinion on? نظر در مورد مثلا فیلم موضوع چیه؟ What's your opinion on? What do you think about? What do you think about? حالا میتونیم it بگیم آن یا یک اسم مشخصه. What do you think about سه نقطه؟ شما در این مورد چه فکر میکنید؟ مثل همون یه مورد قبلی هست. What do you think about? شما در این مورد چه فکر میکنید؟ I agree with you I agree with you من با شما موافقم I agree with you یا میشه I agree I am نمیگیم دوستان am نداره در زبان فارسی ما میگیم موافق هستم من موافق هستم ولی در زبان انگلیسی هستم درش نیست I agree یک فعل موافقت میکنم I agree with you موافقم با شما در قسمت بعدی با disagree موا... آشنا میشیم disagree همون برعکس agree هستش مخالفم خیلی اگری نمیگم اگری دیسگری آی دیسگری من مخالفم من موافق نیستم آی دیسگری قبلی بود آی اگری آی دیسگری مخالفم یاد گرفتید بریم next وان آی ام I آی دیدن کچ یور نیم ببخشید اسمتون رو نفهمیدم اسمتون رو متوجه نشدم آی دیدن کچ یور نیم نامت رو نفهمیدم اسمت رو نفهمیدم متوجه نشدم کچ نکردم next وان Would you mind spelling that for me? can spell You Would you mind spelling that for me? can Sure. Hat man. Can you please send me the file again? Can you please send me the file again? send me the file again. Can you? Please send me بفرستید فایل، اون فایل رو اگن دوباره. حالا بعض موقع اگن تلفظ میشه؟ و بعض موقع اگن اگن. میشه لطفا دوباره فایل رو برام بفرستید. آشن هست. Next one. Thank you for your help. Thank you for your help. از کمک شما متشکرم سپاسگزارم. Thank you for your help. کسی بهت کمک کرد میتونی عبارت استفاده بکنی. Thank you for your help. از کمک شما ممنونم و متشکرم. I don't understand. متوجه نمیشه. من نمیفهمم. من نفهمیدم. I don't understand. نمیفهمم. همین لحظه همین زمان حال هستش. I don't understand. من نمیفهمم. متوجه یک موضوعی نمیشم. Next one بعدی هست. Could you speak slower please? Could you speak slower please? میگه میشه لطفا آهسته تر صحبت بکنید. Speak and صحبت کردن هست. Slower آروم تر و آهسته تر Do you speak slower please میشه آهسته تر صحبت کنید لطفا Next بعدی هستش I'll have a please I'll have a میگه من خواهم داشت یک چیزی دوستان این خیلی مم. چیز نیست معدبانه نیست یک مقدار خودمونی زمانی که شما با رفیقا دوستات تو خانواده خیلی راحتی مثلا میگه I'll have a for example pizza مثلا وقتی شما قرار از بیرون غذا سفارش بدید شما دیگه خیلی معدبانه به خانواده تو نمیگین که من یک پیزا خواهم خورد میگه I'll have a پیزا من پیزا دارم یا I have a پیپرونی من مدل پیتزا در واقع پیپرونی خواهم خورد پس اینو میگه من یک خواهم داشت یا مثلا من فلان میخوام اینطوری خیلی راحت تر آیل پلیز پس اینم به صورت میتونید بگین که حالا که خیلی معدبانه تر به نظر برسه میتونید یه پلیز هم آخرش بگی I'll have a یک چیزی من فلان چیز رو میخوام این معنی رو میده متوجه شدید بریم نیکس من How was your day or weekend آخر هفته چطور بود روز چطور بود واز گذشته است How was your day روز چطور بود یا How was your weekend آخر هفته چطور بود این رو هم یاد میگیرم آسون است بریم نیکس من قالب همونه What are your plans for the weekend? برنامت برای آخر هفته چیه؟ What are your plans? برنامت چیه؟ For the weekend برای آخر هفته What are your plans for the weekend? برنامه آخر هفته چیست؟ برنامت برای آخر هفته چیه؟ what do you like to do in your free time دوست داری در اوقات فراغت در تایم آزاده چیکار کار بکنی what do you like دوست داری to do که انجام بدی in your free time در تایم آزاده در وقت آزاده چیکار دوست داری بکنه فری با تایم بیاد وقت آزاد معنی میده با یه قیمت اگه بیاد در واقعی که قیمت نمیده برای یک جنس اگر بیاد معنی رایگان هستش next one do you have any hobbies or interests میگه آیا شما هابی سرگرمی یا انترست علاقه دارید؟ Do you have any hobbies or interest? آیا سرگرمی یا علاقه دارید؟ Next one بعدی Have you seen any good movies shows lately? میگه که آیا اخیرا فیلم نمایش خوبی دیده اید؟ Have you seen any good movies show lately? یا فیلم یا شو در واقع یا نمایش اخیرا لیتلی جدیدا تا به تازگی یا آیا فیلم خوبی چیزی دیدی have you seen any good movie or shows lately؟ اخیرا چیزی دیدی ای. دوستان این دوستان هاف ها با سین با بین یک حالت هست از قبل تا این لحظه هاف یو سین یعنی از چند وقت تا الان تا این لحظه چیزی هست که دیده باشه کاری هست که انجام داده باشی نکته خوبی هست بریم نیکست وان بعدی هاف یو رید انی گود بوکس لیتلی آیا اخیرا کتاب خاندی اواخر کتاب خوبی خواندی؟ Have you read any good books lately؟ آیا کتاب رو خوندید اخیرا؟ Next one بعدی What's new؟ چه خبر؟ چه کارا؟ چه حرفا؟ این موقع که در واقع شبیه هم How are you؟ یا مثلا What's going on؟ What's new؟ What's up؟ این عبارت هست که در موقع دی داره دو تا دوست استفاده میشه What's new؟ یعنی که چه خبر را چه کارا میکنی؟ Next one. How is the family, Honova de Chetora? And how is the family, Honova de Cheture? Inamso Aliek Mamla Nivarioso Yobisharsa, how is the family, Honovachetore? Next one. It's been a while since we last talked. It's been a while since we last talked. از آخرین باری که با هم صحبت کردیم مدت میگذره It's been a while یعنی مدتی هست که میگذره Since از زمانی از وقت که We last talked از زمانی که آخرین با... که ما صحبت کردیم مدتی زمانی میگذره It's been a while It's been a while زمانی هست در واقع ما این کار رو انجام ندادیم یاد دادیم Can I offer you a drink میشه بهتون یه م... نوشیدنی در واقع پیشنهاد بدم Can I offer you a drink این زمانی هست که کسی رو میخواین دعوت کنید و یک بیگ نوشیدنی بهش پیشنهاد میدید به این صورت میتونید بگید که نه آفر درینک میتونم بهت یک درینک یک نوشیدنی پیشنهاد بدم دعوتتون کنم مهمونتون کنم که نه آفر درینک این معنی رو میده next وان وود یو لایک سام هیلپ آیا به کمک نیاز داری کمک میخوای وود یو لایک سام هیلپ کمک نیاز داری کمک میخوای شما که از ویدیوهای لرنین رو میبینید و همچنین دوستان خدمتتون عرض بکنم که لرنین آکادمی سایت ما حاضر و بخش های از ویدیوهای کانال هم در اونجا قرار داره. میتونید در دسته‌بندی و کاتگوری در واقع مرتب‌تر شده اونجا ببینید و همچنین که دوره های رو حاضر کردیم در اختیارتون در لرنین آکادمی قرار دادیم. در ادامه با ما همراه باشید. رسیدیم به 151 از ویدیو دوم. Let me know if you need anything. بهم هم بگو اگه چیز احتیاج داره. اگر چیزی نیاز داره بهم بگو. Let me know یعنی که من نو با خبر کن بهم به بگو. Let me know. Let me know if you need. اگر لازم داره Anything. هر چیزی یک چیزی. اگر به چیزی نیاز داشتی، احتیاج داشتی، بهم به خبر بده. Let me know if you need anything. Next one. بعدی هست. Thank you for your help. تشکر از کمک شما. ممنون از کمک شما. That's very kind of you. That's very kind of you. حالا میتونیم very رو هم نگیم. That's kind of you. لطف شماست. مهربانی شما هستش. وقتی very میگیم تاکید بیشتری میکنیم. That's very kind of you. خیلی لطف داره. خیلی ممنون. خیلی تشکر. That's very kind of you. لطف شماست. Kind of Next one, بعدی. I appreciate it. I appreciate it. میگه که تشکر میکنم شما لطف دارید این هم به همون معنی سبریشید یعنی قدردانی کردن و به صورت کلی این اپریشیدید از این عمل از این رفتار من تشکر میکنم قدردانی میکنم شما لطف دارید این اپریشیدید اوکی okay, next one بعدی هست sorry for the inconvenience 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 یعنی دوستان که ناهماهنگی یک چیزی که طبق برنامه پیش نره بهش میگن inconvenience میگن که با عرض پوزش در واقع با عرض معذرت برای ناراحتی inconvenience معمولا که شما مثلا یک سفارش دارین یک سفارش آنلاین دارین وقتی طبق برنامه نمیرسن یا یعنی از مقاله چیز رو خواستین که نداره و قرار بوده داشته باشه اینو بهش میگن ناهماهنگی و یک عملی در واقع. واقع ناراحت کننده یا آزار دهنده بهش میگن گفتن ساری فور از اینکه اینطوری پیش اومده من عذرخواهی میکنم پوزیش میطلبم یعنی خودش در واقع در خود فعل این معنی وجود داره اینکنوینس یعنی نامنظمی نامرتب بودن در واقع درست نبودن یک مشکلی داشتن I'll do my best. من نهایت تلاشم رو خواهم کرد. من تلاشم رو می کنم. I'll do my best. best یعنی بهتر حالتم رو امتحان خواهم کرد. I'll do my best. تلاشم رو می کنم که درست کنم. Next one. Let's get started. میگه که بیا شروع کنیم. Let's get started. Let's us get started. که شروع کنیم. What's the agenda for today's meeting? What's the agenda for the today meetings? Agenda دستور کار یه سری لیست برنامه ها معمولا برای قرارداد بیزنسی و میتینگ های بیزنسی استفاده میشه What's the agenda? اجندا برنامه دستور کار چی هست for today's meeting برای میتینگ امروز برای ملا... انگار دیدار امروز اجندا uh, یعنی همون دستور کار پلان برنامه ها تسکا چطوری هستش؟ توضیح دادم متوجه شدید next one Let's touch base today. touch based بیشتر برای دیدار که مرتبط با یک تیمی باشه، به با چیزی باشه این استفاده بیس پایگاه هم همین‌یده‌ت. Let's touch base today میگه بیا امروز همدیگه رو دیدار کنیم. این یکی که باریاتی که میگم بیشتر برای تیمین‌ها بوده ولی اومدن توی استفاده روزمره داره. وقت با خانواده‌تون، دوستاتون، کسی هست رافتین، شعرش میگین که let's touch base today یعنی که بیا امروز دیداری داشته باشیم، همدیگه رو یک ملاقاتی داشته باشیم، ببینیم. Let's touch base today بیا امروز همدیگه رو ببینیم، ملاقات بکنیم. یاد گرفتید less touch based today؟ حالا زمانش رو میتونه چنج کنید ولی خب less touch base یعنی که دیدار کردن، صحبت کردن، یک دیدار دوست داشتن رو رفتن این کار انجام دادن میگن touch base. Next one بعدی هست do you have any questions؟ آیا شما سوالی دارید؟ Do you have any questions؟ آیا سوال پرسش دارید شما؟ Next one. That's a good point. نکته خوبیه. نظر خوبیه. That's a good point. همون میشه نکته خوبیه. نظر تقریبا یک چمچ معنی میده. نظر خوبیه. Next one بعدی هستش که I hadn't thought of that. thought دوستان یعنی فکر کردن قسمت سوم فعل think هستش فکر کردن I hadn't thought of that یعنی که بهش فکر نکرده بودم مال قبلا هست گذشته است من به اون فکر نکرده بودم I hadn't thought of that بهش فکر نکرده بودم یه مشکلی پیش اومده میگه بهش فکر نکرده بودم Next one بعدی هستش Let's keep in touch Keep in touch یعنی در تماس بودن دوستان زمانی که خداحافظی میکنین میگین که بیاین در تماس باشیم همچنان این رابطه رو حفظ کنیم Let's keep in touch یا زنگ زده میگه بیا هم دیگر رو ببینیم و در تماس باشیم Keep in touch Let's keep in touch بیا در ارتباط باشیم در تماس باشیم بعدی هست It's been a pleasure working with you It's been a pleasure میگه که عالی هست خیلی خوب هست باعث خورسندی هست پلیژر پلیژر یعنی خورسندی it's بین پلیژر pleasure باعث خورسندی هست چیکار میشه ورکینگ with you از اینکه با شما کار میکنم از اینکه با شما کار میکنم باعث خورسندی باعث افتخار هست باعث خوشحالی است it's بین پلیژر ورکینگ working with you از کار کردن با شما با خیلی خوشحالم it's پلیژر یعنی میتونی به همکارتون بگین it's بین پلیژر ورکینگ working with you. کار کردن با شما باعث خوشحالی هستش next one I will follow up with you later همون I will بود که توضیح دادم follow up دوستان یک چیز رو پیروی کردن یک کار رو که قراره در آینده انجام بدین وقت میگین follow up میکنم یعنی این کار رو انجام میدم اون عمل انجام میدم میگم که I will follow up with you later با شما در ارتباط خواهم بود با شما این موضوع رو در واقع پیگیری خواهم کرد اگر قرار کار تسک انجام بشه پس میتونی بگین I will follow up with you later یعنی که با شما راجع این موضوع حتما در ارتباط خواهیم بود یا این موضوع رو حتما با شما پیگیری میکنم خیلی عبارت قشنگ هست follow up with you follow up with you با شما پیگیری میکنم پی موضوع رو میگیریم یاد گرفتید بریم نیکس وان بعدی هستش که Could you please send me an email with the details with the details could you please send me an email with the details خب قبل این قسمت های اولش که آسونه could you please send me an email میگه که میتونیم به ایمیل بفرستیم with the details details یعنی جزئیات دوستان میگه ممکن است یک ایمیل با جزئیات برای من بفرستن یا more details جزئیات بیشتر جزئیات رو که میدونید پس اینا متوجه شدیم بریم next one I'll get back to you as soon as possible I will get back to you as soon as possible میگه من به زودی get back برگشتن سر همون جای قبلی I will get back من به زودی برخواهم گشت to you جای شما در مکان شما as soon as possible اینم عبارت جالب است as soon as possible به محض امکان یعنی در سریع ترین وقت در اسرع وقت من در اسرع وقت برخواهم گشت یک جلسه جایی رو ترک داره میکنین میگینی که I will get back to you as soon as possible به محصی که بیتونم به محصی کار دیگم تموشه برخواهم گشت جای شما خیلی عالی هست next one sorry I can't make it sorry I can't make it make it دوستان این رو وقتی به این صورت میگین و پوشه در واقع تماس تلفن جایی داره میگین آی make میک یعنی که من از لحاظ زمانی از لحاظ برنامه‌ریزی نمیرسم معمولا مهمونی اینو دعوت میشین میگی I آی کانت میک متاسفانه من این مهمونی رو نمیرسم وقت نمی کنم نمیتونم بیام ساری آی کانت میک ایت وقت نتونید به یک برنامه به یک ایونت برسید میگین آی کانت میک ایت من این رو نمیتونم بسازم ولی این معنی رو نمیده این از لحاظ زمانی یعنی که من بهش نمیرسم طبق برنامه نمیتونم برسم آی کانت میک یاد بگیرید حتما و این عبارت فوق هست I can't make it متاسفانه نمیرسم حتما متوجه شد next one That works for me. That works for me. اینم فوق العاده عالی هست. That works for me یعنی که این برای من خوب هست. چجوری اینو میگیم زمانی که میگم دوستان برنامه تغییر کرده از شنبه مثلا به سه شنبه شما میگین that works for me برای من خوبه برای من فرقی نمیکنه من میرسم. اگه قرار بشه نرسین که خب میتونید توضیح بدین یا از عبارت قبلی استفاده کنید ولی وقتی که براتون اوکی هست میگه that works for me که okay, لغت به لغت میشه این برای من کار میکنه ولی این اون معنی رو نمیده. اینکه برای من خوبه من هیچ مشکل ندارم میرسم that works for me اینو هم یاد بگیرین قطعا با این عبارت سطح زبانتون تغییر میکنه that works for me برای من خوبه من باش مشکل ندارم من طبق برنامه‌ای که جدید چیدین میرسم چقدر توضیح بدم برم بعدی let's reschedule schedule یعنی برنامه ریزی کردن reschedule یعنی یک برنامه باک خورده مشکل خورده میگه ببینید برنامه رو دوباره بریزیم دوباره برنامه ریزی کردن let's, let's reschedule یعنی re دوباره repeat reschedule برنامه رو چیکار کنیم uh, دوباره بچینیم next one I'll be there on time The, I'll be there on time من آنجا خواهم بود دیر on time on time on time on time یعنی سر موقع رأس ساعت این دوستان عبارت جالبه on time on time یعنی سر موقع به موقع رأس ساعت i'll be there on time اگه زودتر برسید میگین i will be in time in time یعنی قبلتر از زمان تعیین شده in time on time دقیقا موقعی که تعیین شده رأس ساعت یا به موقع آنجا خواهم بود پس چی on time on time next one can we wrap this up Can we wrap this up? دوستان رپ با آپ اینجا خواهد. دیس اومد اشاره میکنه به یه چیزی رپ آپ یعنی کادو کردن کادو پیچ کردن یک جعبه قشنگ تزین کردن رپ آپ دوستان برای معمولا هدایا استفاده میشه که شما رو کادو پیچش میکنین یک can we wrap دیس آپ اینجا فقط بنش فاصله افتاد دیس یک اشاره هستش میگه این جعبه رو این کادر رو ما میتونیم اینو بپیچونیمش اینو تزئینش کنیم اینو کاغذه کادوی بپیچونیم رپ اپ رپ اپ دوستان تزئین کردن کادو پیچ کردن یا میشه ما میتونیم اینو در واقع کادو بکنیم حتما بعدی هستش که Thanks for your time Thanks for your time یعنی که از اینکه وقت گذاشتید از شما ممنونم تشکر می‌کنم Thanks for your time از اینکه وقتتون اختصاص دادین با ما وقت گذاشتین ممنونم Can you help me please? میشه بهم کمک کنید؟ ساده هست. Can you help me please? میتونی بهم کمک کنید؟ یاد داریم بریم بعدی هستش که Could you repeat that please? میشه که دوباره تکرارش کنید؟ میتونید اون رو دوباره تکرار کنید؟ Could البته حالت خواهشی هستش. Could repeat that please? امکان داره دوباره تکرار کنید؟ ساده هست. بریم بعدی. What do you do? چیکار میکنید؟ What do you do? What do you do? یعنی که چیکار میکنید؟ Next one بعدی هست که okay, Do you have any hobbies؟ آیا سرگرمی شما دارید؟ Do you have any hobbies؟ مشغولیت سرگرمی دارید؟ Do you have any hobbies؟ آسون هست. Next one How old are you؟ چند ساله هستید؟ حالا که در واقع هابی ندارید ازتون سن رو میپرسیم که How old are you؟ چند ساله این شما؟ چقدر سن دارید؟ How old are you? چند ساله هستید؟ آسون هست. Have you been to any interesting place recently؟ have you been to any interesting place recently میگه آیا اخیرا have you been recently خودش میشه یعنی جدیدا تازگی یا اخیرا have you been آیا بوده تو ای any interesting place place مکان interesting جالب میگه آیا اخیرا به تازگی در مکان جالب بوده ای جای جالب رفته اید have you been to any interesting place recently آیا اخیرا جای قشنگی جای جالب بوده اید رفته اید یاد میگیریم بریم بعدی که what's your favorite food غذای مورد علاقت چیست what's your favorite food غذای مورد علاقه شما چیه آسونه what's your favorite movie فیلم مورد علاقتون چیست what's your favorite movie فیلم مورد علاقت چیست بعدی what's your favorite book کتاب مورد علاقه شما چیست what's your favorite book کتاب مورد علاقتون چیست

آیا حیوان خانگی دارید؟ پت نوازش هم معنی میده دوستان اگه فعل باشه ولی اسم باشه حیوان خانگی حیوان اهلی آیا شما حیوان خانگی دارید؟ Do you have any pets? Next one بعدی هست که do you have any siblings؟ آیا خواهر برادر دارید؟ دوستان siblings خیلی تو کتابا دیده نمیشه siblings یعنی که خواهر برادر do you have any siblings؟ آیا خواهر برادر دارید؟ How many siblings do you have؟ چند تا خواهر برادر دارید؟ How many siblings do you have? چند تا خواهر برادر دارید Next one بعدی What's your favorite sport? ورزش مورد علاقه شما چیست؟ What's your favorite sport? آسون هست How do you spend your free time? How do you spend? Spend با پول باشه، مانی باشه، خرج کردن با تایم باشه در واقع گذروندن How do you spend your free time? اوقات فراغتت رو، اوقات آزاد، تایم آزاد رو چیونه میگذرونی؟ Spendش میکنی؟ آسون هست How was your day? روزی چطور بود؟ How was your day? روزی چطور بود؟ Next one. What are you currently reading, watching, listening to? دوستان این تو اینجا در واقع به هر کدوم اینو میچسبه که What are you currently reading, watching, listening? میگن که اخیرا یا در حال حاضر ببخشین Currently یعنی که همین لحظه در حال حاضر در کل در لحظه که نه در حال حاضر What are you currently? میگه در حال حاضر چه چیزی ریدینگ uh, یعنی که در واقع خوندن اگه کتاب باشه چیز خواندنی واچینگ دیدن فیلم لیسنینگ هم موسیقی و در واقع چیزا گوش دادن میگه در حال حاضر به چی چیزی در واقع شما میخوانید گوش میدید یا میبینید این معنی رو میده متوجه شدید what are you currently reading what are you currently watching what are you currently listening to اینها با هم میاد اوکی بریم نیکست وان بعدی هستش که Are you busy today, tomorrow or this week? میگه که آیا میتونیم بگیم یک قید زمانی، یک وقت زمان Are you busy today? آیا امروز مشغولی؟ آیا are you busy tomorrow؟ آیا فردا مشغولی؟ Are you busy this week؟ آیا این هفته مشغولی؟ در واقع تایمت پره Are are you busy؟ یک زمانی رو میتونیم بگیم جالب هست Next one هستش که What did you do over the weekend? Over یعنی در مجموع در سر تا سر weekend کل آخر هفته رو او وات دی یو دو چیکار کردی چطور گذراندی آخر هفته رو چطور گذراندید گذشته است وات دی یو دو اوور the weekend؟ کل آخر هفته رو چطور گذراندید آسون است next one. How long have you been living here? دوستان این یک عبارت خیلی جالبه یک مقدار قبل تر توضیح دادم میگیم How long have you been? بی be بودن قسمت سومش میشه been have been یک کار را از قبل انجام دادن تا همین لحظه و ممکنه که ادامه داشته باشه یک ساختار گرامری هستش میگیم How long have you been living here? میگه از کی داری اینجا زندگی میکنی؟ چون هم اکنون هم داره اینجا زندگی میکنه و ممکنه سالهای سال هم اینجا باشه اینو به این صورت میگیم میگیم How long have you been living here؟ چند وقت اینجا زندگی میکنی؟ از که اینجا زندگی میکنی؟ How long چه زمانی؟ Have you been زندگی میکنید از قبل living here اینجا؟ How long have you been یک کاری؟ پس چی شد؟ How long have you been؟ سه نقطه Studying English, living here, working there، کار کردن اونجا و این یک ساختار گرامی جالبه میدونیم یک روزی شروع شده و همچنان ادامه داره و اینجاش ما میتونیم که بپرسیم که و این کار هنوز تموم نشده Next one بعدی هستش که What's your favorite things about this place میگه که حالا اینجا که زندگی میکنین راجع به این در واقع مکان چه چی چیزی برای شما اینترستینگ هستش جالب هست واس چه چی چیزی در واقع مورد علاقت هست favorite هست About دیس place. place in مکان چه چی چیزی در این مکان مورد علاقه شما هستش حالا دست من ترجمه فارسی رو خودم ذهنا میگم خیلی دقیق نمیخونم Next one بعدی هست Have you tried any local cuisine؟ میگه که آیا در واقع غذای محلی اینجا رو امتحان کردی؟ Local محلی منطقه ای Have you tried آیا try کردی امتحان کردی؟ Any local cuisine؟ یعنی که دوستان غذای محلی Coزین و غذاهای محلی اینجا رو امتحان کردید از وقتی که اینجا بودید Can you recommend any good restaurants place to visit? میگه که میتونید یک در واقع رستوران به طور مشخص یا یک مکان برای غذا اینا حالا هر چیزی پلیس میگه میتونید که بهمون توصیه بکنید پیشنهاد بکنید recommend recommend یعنی که توصیه کردن پیشنهاد دادن can you recommend any good restaurant or place to visit برای دیدار برای دیدن میتونید بهمون یک جای خوب معرفی بکنید توصیه بکنید پیشنهاد بکنید Next one, بعدی هستش که What are your travel plans for the future? What are your travel plans? میگه که برنامه travel سفر شما چی هست for the future؟ در آینده یعنی برنامه سفر شما برای آینده یا در آینده چیست؟ What are your travel plans for the future? این هم جالبه برنامه سفرتون چیست در آینده؟ چیست? Next one Do you have any upcoming events? Do you have any upcoming events? دوستان upcoming خیلی قشنگ جالب است درش مفهوم آینده وجود داره یعنی پیش رو آمدن به سمت شما آمدن Do you have any upcoming events? Events یعنی که رویداد رخ داد نمایش یک همایش خوب رو به این صورت همایش نمایش اینا رو بهش میگن events upcoming events یعنی که آیا رویدادی یا همایش در آینده دارید do you have any upcoming از آینده در آینده دارید داری؟ به زودی دارید این معانی رو میده what are your plans for the holidays میگه که برای روزای تعطیلیتون در واقع برنامه چیه what are your plans برنامه شما چیست for the holidays برای روزای تعطیلی شما برنامهتون چی هستش and the last one و آخرین جمله از این ویدیو شماره دو به زودی ویدیو بعدی خدمتون میذارم ویدیو یک رو اگر ندید حتما ببینید what's the weather like today tomorrow this week میگه که برنامه آب و هوا یا وضعیت آب و هوا اگر امروز رو بپرسه میگم what's the weather like like یعنی دوستان چطور اینجا چطور معنی میده به خصوص وقتی به weather با weather میاد آب و هوا what's the weather like today امروز آب و هوا چطوره what's the weather like tomorrow آب و هوا فردا چطور خواهد بود What's the weather like this این, هفته آب و هوا چطور خواهد بود این هم آخرین جمله از ویدیو شماره دو رسیدیم به دویست تا جمله هنوز 800 تا 700 تا جمله دیگه باقی مانده در ویدیوهای بعدی خدمتتون ارائه میکنم قطعا میتونه کمک بکنه و در بین جملاتی که همین ویدیو یاد گرفتیم این هم بود معنیش رو اگر یاد دارید در بخش کامنت بنویسید That works for me یعنی چی؟ یاد گرفتید و باید که بلد باشید و معنیش رو در بخش کامنت بنویسید That work for me That works for me معنیش رو شما بنویسید اگر از این ویدیو لذت بردید هم اکنون دوگو لایک بزنید ما تلاش زیادی کردیم برای تهیه این ویدیو و این جملات و به امون و انرژی بیشتری میده که برای شما ویدیوهای بهتر رو حاضر بکنه و دوستانی که همیشه لایک و شیر میکنن ازشون ممنون و سپاسگزاریم که از این طریق از ما حمایت میکنن و رسیدیم به آخر این ویدیو و همچنین خدمتون عرض بکنم دوستان عزیزی که تا اینجا ای ویدیو با ما همراه بودید ما سایت رو هم حاضر کردیم لرن اکادمی و دوره فوق العاده بیسیک یک هم اونجا حاضره و میتونید سر به سایت بزنید دوره رو ببینید و درس های از دوره رو به صورت رایگان در اختیارتون قرار میدیم ببینید چنانچه راضی بودین و دیدین کیفیت لازم رو داره میتونید دوره رو هم تهیه بکنید و بعض از ویدیوهای یوتیوب رو هم در اونجا قرار دادیم و همچنین در پایان این چند تا ویدیو که به 900 جمله برسیم بکنیم که اینو به صورت پی هم در سایت و به صورت مقاله در سایت هم قرار میدیم که شما اونجا به راحتی بتونید جملات رو ببینید و بخونید و برای خودتون نکته بردارید تا یک ویدیوی دیگه تا ویدیوی بعدی شما رسه شما رو به خدا بنده خدا یار نگهدار شما باشد